دیگه نیستم. میفهمی دیگه نمیتونم. خسته شدم. خسته شدم. وادا. دختر چه کاری از دستت برمیاد؟ معلم میشی؟ ها؟ ببینم دکتر میشی؟ مهندس میشی؟ چی کاره میشی؟ چی کاره میشی؟ بگو سلیت چی کاره؟ حرف بزن. آدم! من میخوام فقط یه آدم باشم بی غیرت. میخوام یه زن باشم، یه زن، یه خانوم. نگاه کن، نگاه کن صورتاتو خانوم. فقط خودت ممکنه نصف مردم این شهر میدونن زیر این صورت چقدر خانومی هست. اگه من تقلب کردم تو هم بودی، اگه کلا سر مردم گذاشتم تو هم بودی، اگه دوستی کردم تو هم بودی. بگو تو تموم این پدر سوخته بازی ها که من در آوردم تو چی بودی؟ هل؟ مریم مقدس؟ منم یه جونه وری مثل تو، اما دیگه نمیخوام باشم. خسته شدم از کلا گذاشتن سر مردم، از لاسیدن با هر نرقون، از حول و بلای کلانتری و پاسبون. خسته شدم از اینکه آشغالم، از اینکه آدم نیستم، از اینکه زن نیستم. خسته شدم. بسته دیگه مرد، برو پول گرد تو، پول نشگی تو از یه چیز دیگه ای در بیاری. این نوندونی رو ول کن. بس اونو چی کارش کنم دختر؟ بیا جا، بیا نگاش کن. اون فقط پدر من نیست، پدر تو هم هست. حال چطوره پدر؟ خب ابچی، من که واسه بابامون کاری از دستم بر نمیاد، تو چی؟ هنوزم میخوای یه زن باشی؟ اخ دیگه نمیشه مورو برسونم. اخ وادا ارواح مادر تو وادا. وادا چی شده؟ ما رو تا این پایی میرسونم. پیاده برو، مرد حسابی برسان دیگه. پیاده برو پد باشه. آقا جان قربان قد بالات به شما، به این مرد ریشو بگو برو تا این آبادی پایی برسونم. کجا میخوای بری؟ همین پشت کوه دیگه، همینجا. خیلی خوب، برو بالا. برو بالا. سوار چش. برو بالا. یادت کجا داری میری؟ اگه طویله. آقا گفت که برو بالا. چش بیا. کشید. اوخ خورد تو پوزم. خورد تو پوزم. الان ماشینو کثیف میکنه. اسم آبادی که میخوای بری چیه جواب؟ آه های پشت این بغله. اسم آبادی شو مینه، مینه رو چی مینه؟ آه میننش تهرون. نه کس عجب راهش نزدیکه، به تهرون میگه آبادی. بندازمش پایین. بله خفه خون بگی. تو میخوای بری تهرون چیکار؟ آه هم ولایتی ها مینه تو تهرون پیر میخته، هم دو خیابوناش پیر میخته. خب برای پولا رو جمع بکنم، هی جمع بکنم. اصراف و پول همینطور تو خیابونا ریخته باشه. آره ریخته. اما واسه هر قرونش باز از صبح سحر تا غروب آفتاب 6 تا آجر رو تا 7 طبقه بالا بندازی. آجر بندازم؟ اگه بخواستم آجر بندازم که تو آبادی خودم آجر بید. میخوام برم همینجوری پول رو جمع بکنم. مفتکی گناه داره، اصراف و گناه. تو آبادی خودت چی کاره بودی جوون؟ والا اولش تفنگچی خان بودم، میخور رو هوا میزدم. میزده ای والا. پس ما یه همچی شکارچی تو مملکتون بود و خبر داشتیم. از ما پشت دستمون هست. اون سنجاق رو هوا همچی میزنه که کمر سنجاق تا میشه. قربان بذارین بندازمش پایین، خیلی توپچیه. همش تیر و تفنگ و ترقه در میکنه. حالا که دیگه در نمیکنم. بعد که خان بازی ور افتاد، مو چوپون آبادیمون شدیم. اما یه روز مجبور شدم یه پلنگو همینجوری بگیریمش و خفش بکنم. عرض نکردم قربان توپچیه، اجازه بدین پیادهش کنم و از دستش راحت بشیم. حالا مگه تو پلنگ نداری شما؟ خفه شین. خب که گفتی پلنگ خفه کردی، با چی خفه کردی؟ خب معلومه با این دستا. یه دستمو چپوندم، چپوندم تو حلقه جا. مرد بگیرشو، تو مدونی کدوم خیابون پرپیل کرد؟ همین خیابون از همه خیابونا پرپیل کرد. حالا پس ما خالی شدیم با اجازه. به کجا؟ ها ما دارم برم یه خود پیلا رو جمع بیرم. این پیلا تو خیابان بمانم، ما جمع بکنم، اون وقت عقب بمانم برم پیلا رو جمع بیرم. هی ببین واسه تو هم جمع بیرم میارم که خود چشم دل سیر بشه. سب کن یه رقه، سب کن. اینو بگیر، رو این کارت اسم و تلفن و نشونی من نوشته شده. هر چه گیر کردی یا کمکی خواستی با همین کارت میتونی یه راست منو پیدا بکنی. ها با این کارت شما رو پیدا کنم. باشه پیدا میکنم. خداحافظ مدرشو. خداحافظ جناب آقا. خیلی ممنون که ما رو رسوندی. اگه قسمت شد برای شما پیل جمع میکنم، واسه تو هم جمع مینم، واسه خودم هم جمع مینم، واسه ماشینت هم جمع مینم. سلامت. عجب دیوانه های پیدا میشه.
آبرو داره، خیلی آبرو داره. انقدرم پول داره که نگو نپرس. تیرمون بهش بگیره، رو برای. رئیس انجمن محله. زن و بچه نره، خودشه و مادرش. تو چلچلی 40 سالگی، نگاش تو نگات بیفته، بی برو برگرد خاطر خاط میشه. فردا تو محله شون یه مدرسه اکابر وا میشه. همه ی اهل محل میرن. همونجا میتونه ببینیش. نمیخوام خانم جان، نمیخوام قربونت برم. من زنبگیر نیستم. مگه با توه؟ اگه من با زنبگیرم که با منه. شوتنا پسر منی، تقصیر من چیه که آرزوی یه نوه رو دارم؟ که فقط یه پسر زایدی، باز یکی دیگه میزایدی که اون وسط عروس بیاره و نوه دارت کنه. دختر هاچ حسن صراف خوبه؟ نه خانم جان. دختر بگم خانوم. نه بگم، نه مگم، هیچ کدوم. خوارزاده نه 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 نه. اگه خوارزاده پسر دایی نوه خاله خود خدا رم بگیا، میگم نه خانم جان. من 1000 تا گرفتاری دارم، 1000 تا دردسر دارم. دقیقه به دقیقه مال یه نفره. من زن بگیر نیستم خانم جان. فارسی گفتم که حالیت بشه. شد؟ خداحافظ. ببین میگم دختر اسکرخان دردشتی هم خوبه ها. نمیخوام، من از اون بدم میاد. اما من ازش خوشم میاد. خودت بگیرش. آکه این بابای خدا بیامرز قد و لچ بازی. خانم جان استکان چای رو بگیر، دیرم شد. دیگه هم صحبتش نکن. میگم که خانم جان، خب زن نمیخواد که نخواد. نمیشه که به زور تو حلقش کرد که شما هر چند تا زن زیادی دارین بفسین پیش خودم. منتشون رو دارم بود چشمم میذارم. هر چند تا منو خواستین جفت جفت سفارش بدین. خاک بر سرت، برو برو پیکارت، برو بشو بینم. پشیمون میشین ها، بله. خب برو بمیش. حالا من از آقای کاظم آقا خواهش میکنم که تشریف بیارم بالا اون مستفیدمون بفرمایید. بفرمین کازم آقا، بفرمین. خواهش میکنم. بفرمین. خب، هر چی گفتنی بود، حاج آقا رضا گفته. وقتی میخوای دلت روشن بشه و با سواد بشی، فرق نمید ساله چقدره. مهم اینه که چقدر آدم دوست داشته باشه از بیسوادی در بیاد. وقتی باسواد شدی دیگه زیر بار حرف زور نمیری، دیگه اون طوری زندگی میکنی که خودت میخوای، نه اون طوری که مردم وسط صلاح میبینن. اما یه چیزی دیگه هم هست. وقتی داشتم میومدم بچه هایی رو تو کوچه دیدم که داشتن بازی میکردن. شیشه های پنجره های خونه مردم رو میشکستن و فوش میشنفتن و اما به توپ میچسبیدن و وا نمیموندن. خب چیکار کنن این بچه ها؟ بالاخره یه جا میخوان که بازی کنن. بیان یه فکری به حال بچه ها بکنیم، گاه ورزشی درست کنیم. این حرف امروز منه. اگه کسی هم فکر میکنه بی خوده، خب حتما من اشتباه میکنم. اما اگه حتی یه نفر پا پیش بذاره، ما باید این کارو بکنیم. خب کسی هست؟ من گردم بند عروسی خودم رو هنوز دارم. اونو قبول میکنی از من کاظم آقا؟ وقتی مرشد رضا مرحوم شد، من به خودم گفتم محلمون بزرگترش رو از دست داد. اما خدا شما رو نگه داره بیبی خانوم. تا وقتی شما هستی محل ما بزرگتر داره. من هرچی دارم میدم، دارو ندارو میدم. من 2300 تومن میدم. من گوشواره همو میدم. من گوشواره و ساعت و علنگام میدم. منم 500 تومن. من 400 تومن میدم. من 700 تومن میدم. منم 1000 تومن میدم. یک علم شنگه ای تو حجره را افتاده بود که نبود. خوشبختانه بنده سر رسیدم و قضیه رو فیصله کردم. باریک الله میرزا. سلام علیکم خانم. سلام به رو ماهت، چه به موقع اومدی. عکس‌ها رو نگاه کن. این اولی عکس دختر بگم. حاج غلام از کشتی خبر میگیره. سوراخه. بهشون بگو سوراخ شده. بگم چی؟ راست شرکت نوران پرسیده سیمانای خارجی مون رسیده. میخوام ببینم مادر این عکس دختر حاج حسن صرافه. خیلی خوشگله. خب چی دستور می‌فرمایید؟ سیمانا رو می‌خوان یا نمی‌خوان؟ خب چی میگی مادر، می‌خوان؟ نم کشیده دارم به ما قالبش می‌کنم. بگو واسه عمه‌شون خوبه.
چی میگی دختر حاج حسن صراف نم کشیده؟ حاج حسن کیه خانم جان؟ سمنتا شرکت نورام نم کشیده. من حرف از کار مردم میزنم. تو این خونه نشستی و فواره نگاه کردی و فال حافظ گرفتی و گیریز ورد عروس و نوا و نتیجه تو زبونته. اما من اون بیرون با هزار جور آدم و شرکت و کشتی طرفم. پدرم از این زنگ تلفن در میاد تا بتونم یه سکان چای بخورم. قربان تلفن. نیستم سوراخ بوده. آب زده رو کیسه های سمه. انبار خیابون ری آب افتاده تا لب در جلو اومده. 20 سالشه دیپلمم داره. تا چارچوبش آبه. حداقل 100 تا خواستگار داره. در جلو رو چیکارش کنی؟ خب چی میگی؟ در جلو رو صفر کن و سیمان بکش برم و در عقب رفت آمد کنن تا ببینیم چی میشه. خدا مرگم بده. چیه خانم جان؟ چرا یه وری و یه خط در میون نگاه میکنی؟ آخه این چرت و پرتا چیه میگی؟ اگه ازشون خوشت نیومده خب بگو نیومده. چرا پشت سر دخترای مردم حرف میزنی؟ دخترای مردم چیه خانم جان؟ یه مش عکس داری دست ما الکی مام نگاهش میکنیم. اصلا تو خیال میکنی هر چی ما نگاه میکنی درست نگاه میکنی؟ پس اینا کی میگفتی چی بود؟ دست از سرم بردار خانم جان. من به دختر بگم خانم و دختر حاج حسن صراف خارزاده نمیدونم چی چیه. بابا تلفن چی میگه از ژاپن؟ نیست بابا غلط تنه که از ژاپنه. بگو رفته کره ما. نه نمیخواد اونجا میفرستن دنبالم. بگو گم و گور شده. اصلا بگو رفته قبرسون. رفته اون دنیا. بفرما یا این چیکی دانا از هندسون پای تلفنه یا هاواریو مستر از انگلیس یا چینگ چانچونگ از ژاپن. ولم کن خانم جان بذار به زندگیم برسم. میرزا جون قربون هیکلت تو به خرج شرکت یه زن واسه خودت بگیر بچه‌هاتو بده ننه من بزرگ کنه تمام شد. خدمتگزارم قربان بندم قبلا به خانم والده پیشنهاد کردم بخون بگی برو پای پاینده دیگه گم شدن نداره خودم مرخص میشه. موهاتو دم موشی کن عین دخترای بدبخت چشم و گوش بسته که دنگی به دونگی میخورن ننشون قهر میکنن. آرتیست بازی رو کامل واسش بیار. هر وقتم لازم شد آب خوره بگیر. صبحم باز کله سر بری که از خونه نیومده باشه بیرون. گوشت با من هست یا نه؟ آره دم موشی آرتیست بازی صبح کله سحر. خوب از بر شدم؟ بهش بگو 20,000 تن کمتر معامله نمی کنم. آخه بابا آهن زعفرون که نیست مسقالی خرید فروش کنیم. آهن رو تو بندر تحویل میدیم. سوخت و سوزش با خودشونه. ننه ببین کیه داره در میزنه. اومدم. نه بابا با تو نیستم با ننم بودم. ده به تو چه حال ننم چطوره؟ مرد حسابی تو فکر آهنا باش. هی بی خودی کانال عوض میکنه. فقط پرسجو کن ببین این کشتی کی میرسه بندر. بفرمایید. آره. بیا تو جونم. باز این ننمو واسه ما یه تیکه گرفته. کی با تو حرف زن آورده خونه؟ یه کسی رو آورده یه دقیقه دیگه میگه پاشو برو عقدش بکن. کارت داره. سلام. گوش کن خانم جو من زن بگیر نیستم. به ننمم گفتم تو نمیخواد بگیریش حیف نون. انگار خیر میکنم. من اومدم که ازت کمک بخوام. کاری که گفتم مو به مو انجامش میدی. دیگه انقدر وزوز نکن وقت زیادی ندارم تموم شد. من خیلی گشتم تا پیداتون کردم. واسه چی؟ من دیروز تو مدرسه بودم. او بودی که بودی. حرفای شما رو شنیدم. خب شما راست میگین آدم باید اونطوری زندگی کنه که خودش میخواد نه به میل آدمای دیگه. باری کل به آدم من خوب. من برای اینکه بتونم به میل خودم زندگی کنم به کمک شما احتیاج دارم. قابلی نداره. چه کمکی میخوای؟ من دیگه نمیخوام برگردم خونم. بله من اومدم خونه شما بمونم. یعنی اینجا؟ بله تو خونه من؟ درسته. نمیفهمم یعنی شما از خونتون فرار کردین؟ درسته. و اومدی تو خونه من بمونی؟ درسته. نه دیگه درست نیست. درست نیست. مملکت قانون داره دختر. فردا هزار جور برچسب رنگ و رنگ به همون میچسبونن. مثل یه دختر خوب راتو میکشی و میری خونت. عوضش منم واسه یه عروسک میخرم که تو خونه باش بازی کنی. من نمیرم خونم. نه جونم میری. من نمیرم. من نمیخوام زندگی کنم. شما خودتون گفتین آدم نباید تسلیم نظر من دیگران بشه. من به پدر سخورم. خیلی خوب من گفتم. اما دیگه نگفتم هر کی تو خونش قهر میکنه بیا تو خونه من بس بشینه. خودم میرسونم در خونه. من نمیگم خونم کجاست. بی خود زحمت نکش. دیگه داری پکارم میکنی یا؟ اگه بخواین میتونین منو از خونتون بندازین بیرون. اما حالا که دیگه اومدم اینجا با پای خودم بیرون نمیرم. من نمیخوام برم. من برای کمک خواستن اومدم. چی میخوای؟ خیلی خوب هر چقدر پول بخوای بهت میدم. اما راتو بکش برو خونت. واسه اینکه من حوصله دردسر ندارم. دیگه از ما گذشته تو روزنامه عکسمون رو چاپ کنن و هزار تا دریوری بارمون کنن. بیا بیا جونم. اینم پول هر چقدر که میخوای ورده ولی دست به آب غوره شدی؟ انگار تو هم دست ما رو خوندی.
بیا خانم جان این پول بهش بده، اما پولم که بهش میدی بعدش میاد، آدم نمیدونه با چه سازش برقصه. برو از تو گاو صندوق یه پنج پهلوی بیار بهش بده، اما بعدش میره خونه. یادت باشه فارسی گفتم. خیلی خوب، ناراحت نشو دختر جون، بیا بشین، اون جوشیه. بشین. خوب چند سالته؟ یه دفعه دیگه جنس امتحان نشده به مردم بدین، همه تونو بیرون میکنم. این کار نشد که، به اعتماد مردم 100 میلیون میارزه. درسته ولی پس نباید بذار. سلام. این بازم اینجاست که چه بهتر که اینجاست، قدمش روی تخمه. خفه خون بگیر ببینم. مگه نگفتم خانم جان رایش کن بره خونه؟ الان که داره شب میشه، یه دختر شب چه جوری بره تو کوچه؟ گفتم بمونه فردا صبح بره. چی؟ یعنی خانم شب اینجاست؟ چه بهتر؟ قفه خون! اولا که هنوز غروبم نشده، دوما نصف شبم که بشه خانم با آس بره خونش، سوما دن دیگه نداره خانم میره. بنده معتقدم که چاکر اگر چاکر بی چاکر با آس بره خانم. اما این کار خداپسندونه نیست. کار خداپسندونه میخوای؟ خیلی خوب، یه مسجد و یه مدرسه و یه یتیم خونه میسازم، اما این خانم امشب اینجا نمیمونه. گوش کن دختر جون، اگه به جای اون یه انگشت تمام انگشتای دست تو با 10 تا انگشتای پا تو مثل شکلات گاز بزنی یا بخوری، بازم شب اینجا نمیمونی. اما دارم بهت میگم خانم جان، فردا با آس بره خونش. حالیت شد خانم جان؟ خب به چه زبونی بگم خانم با آس بره خونش؟ میخوای به انگلیسی بگم؟ خب بگم هی ماس گو هوم تو مارو، یعنی همین فردا با آس بره خونش، همین فردا، همین. چرا هم چی میکنی؟ این امشب کجا میخوابه؟ یه فکری میکنم دیگه، میبرمش اتاق تایی راه رو. خوب شو؟ میرزا پاشو بیه تو اتاق، من یه خود باید کار دارم. چاکر جای خانم رو درست کنم. چشم. بله پاشو بیا، لازم نکرده چاکر جای خانم رو درست کنم. بیا مادر، اینم سکنجبین و یخ تشنت شد پاشو بخور، اینم رخت خوابت، با خیال راحت بگی بخواب، صبحم خدا بزرگه. بگو تمام وضعیتشون رو تلکس بزنن، بنویس از این به بعد اگه هر کدوم از قرار دادا امضا نداشته باشه بیفایده است. یعنی چی؟ تعجب میکنه آخه، دختره بلند شده اومده اینجا بمونه که چی؟ به نظر تو این سلام هسته اصلا اومده میدم اومده اینجا بمونه که چی بشه؟ بله بله. خانم خواب یا بیدار؟ میخوای بیای تو؟ ما غلط میکنی، تو بیه دمه در. خبری شده؟ ببین خانم جون، من میخوام بهت بگم، برو تو، لخت و پتی اومده دمه در، برو تو ببینم. پاک ما رو مسخره کرده، دختره بی عقل خجالت نمیشه، برو تو خودتو بپوشون. وا مگه من لختم هی سرم داد میزنی؟ از لختم بدتر. یه کلمه بگو ببینم تو کی از اینجا میری؟ ببین جون مادرت، این تن بمیره، این تنو کفن کردی، برو.
برو دل لام از صاحب برو. آخه مگه من چی کارتون کردم؟ هیچ کار. من از آبروریزی و دردسر و حرف مردم میترسم. فقط میخوام راتو بکشی از اینجا بری. میری؟ آخه بابا مگه من وبایی هستم که اینقدر از من میترسی؟ نه نه جونم، من از خودم و دردسر میترسم. باشه صبح میرم. بگو به جون مادرم. جون مادرم نشد، بگو به جون مادرم فردا میرم. به جون مادرم فردا میرم. قربون دهنت، خیالم راحت شد. حالا دیگه برم بخوابم. برم راحت. حالا بپیچین دست چند راست بری. چپ یا راست؟ حالا بپیچین دست چند چپی تو. اینم چپ. بومباسه کدوم یکی خونته؟ کدوم یکی خونته؟ هیچ کدوم. ده یعنی دوغکی منو میچرخوندی؟ آره. یعنی تمومش حرف مف بود؟ تو وروجک نیم وجبی یه ساعت منو چپراست کردی و حالا همش دروغ بود؟ یواش یواش داری کفرمو در میاری. کجاست خراب شدت؟ جونمو بالا آوردی. خونت کجاست؟ حرف نمیزنی؟ بولوار الیزابت، خیابون سازمان آب. این دفعه دیگه راسته؟ آره آره، این دفعه راستشو گفتم. نامرافت چه گناهی دارم؟ دست از سرم بردار. مگه من ازت چی خواستم؟ قباله شهر تهرونو؟ من که توقعی نداشتم. دل من به یه نگاه محبت آمیز و یه بستنی گاز زدن و یه سوار شدن چرخ و فلک و چند تا دونه تخم کدو خوش میشه. من همینو میخوام. چیزی که هر بچه‌ای میتونه داشته باشه و من حسرتشو دارم. اگه برگردم تو خونه از این چیزای کوچیکم که مال بچه‌های کوچیک محروم میشم، له میشم، داغون میشم. حالا تو میگی برم خونه. خب کاظم آقا، میرم خونم. تو هم لازم نیست زحمت بکشی، خودم راه خونه رو بلدم. دختره خرس گنده چه جوری ما رو دست انداخته؟ حالا طلبکارم شده، بکش پشت دوری. نه دین تو شوک. ما رو با میداره این خیلی خوب بیا بالا. گفتم بیا بالا، بستنی گاز نزده ای تخمه ندیده. بیا بریم. بیا بهت اینقدر بستنی تخمه بدم کوف کنی که بتره کی. بیا. چرخ و فلکم میبری؟ آخه من پس خداحافظ. وایسا. خیلی خوب بیا به جهنم. چرخ و فلکم میبرم سوارت میکنم. اما ایشالله از اون بالا بیفتی تا دستت بشکنه و زبونت لال بشه و چشاتم لامورو و سج بسته تو چشاش. بیبریم.
ببخشینو اینو که این پشت عکسشونو زدی بچر اینو که این پشت عکسشونو زدی اینا مردن برو بابا حوصله داری اینو که این پشت عکسشونو زدی این بنده خداها چی شدن چی سرشون اومد اینا برندهای بخت آزمایی شدن یعنی پیل گرفتن تو بهش پول دادی خب به منم پیل بده میذارم رو چشمو باشه میگه باشه پس پیل بده دیگه اول واسه 5 تومن بده یه بلیط بخری چهارشنبه 100,000 تومن برنده تو میخوای 100,000 تومن بابا بدی با پشمام به تو بدیم تو 100,000 تومن بابا بدی خب پدر نامرد تو 5 تومن 100,000 تومن کم بکن باقیشو بده به ما دیگه نمیشه اول واسه 5 تومن بده بلیط بخری چهارشنبه برنده بابا مگه تو نمیخواد به ما پیل بدی مگه حرف حساب سرت نمیشه نمیشه چون مرد حسابی تو میخواد 5 تومن ما بگیری بعد 100,000 تومن بابا بر تو 100,000 تومن بابا بده با 5 تومن میده به شما آقا من همینجاست که با آدم پیل میدن اومدم پول میگیرم هی آقا ببخشید کجا پول میدن کی به ما پول میدن بذارم تو سولا من به تو ما میدن سی تو ما میدی کجا این میدن به کی سولاخ بذارم آقا گذاشتم چی شده باختم آشان بازم میدم بازم پول پیل میذارم پیل میذارم بیا گذاشتم تو سولو بازم باختم اینجا سولاخ اصلی هم پیدا کردم بردم پیل بده میگم آجان و من بازم بیزارم آجان دارم بیا آجان برای چی میاد مسلمان برای چی میاد پیل منو بده آسمان چی نه پیل منو بده من پیل بیزم خانم جان چیه؟ چه خبره؟ ایوا سلام ما برگشتیم خانم جان انگار آدرس خونش رو یادش رفته میفهمی که خانم جان؟ آره میفهمم خوبه میفهمم کجا رو گرفتی آقا؟ بله خودم هستم پسرموی من چیکار کرده؟ عوضی گرفتی کی؟ آه خیلی خوب الان میام اونجا کارشون به اینجا کنید آره با پرمندشون برو داخل البته نه مگر رضایت کی به ما گفت 10 تومن به 30 تومن کی به ما گفت اگر بذاری تو سوراخ برنده میشی این به ما گفت بذار تو سوراخ ما گذاشتون ولی پیلمو نداد منم زدم سلام سلام و زهر مار آخ کنی بفرما جناب سرکار عموزادم هم آب پیدر تو در بیارم همه اینا رو تو زدی؟ موزدوم همه شما موزدوم متاسفانه باید عرض کنم پسرموی شما مرتکب جرم بزرگی شد یه دقیقه اجازه بدین جناب سرمان ببخشینا سلام تو پسرموی منی؟ چه پسرموی منی؟ من و تو کی پسرمو شدیم که من خبر ندارم خب ما با هم دست دادیم دست که وقتی با هم دست دادیم پسرمو شدیم آو زهر مار مردی که گردن کلفت قربتی جلون بر تو چشمانم داری توک میزنی؟ جناب سرمان
باید عرض کنم این بابا هیچ نسبتی با من نداره. حالا کی داره خودشو بری شما میچسبونه؟ ای برار، سر کنه. سر کنه. اینو هم عادت شدن. ای آقا بگن سر جان. میخوام منو بندازن زندون. حقته. تو اون که داری منو ولام میکنی. حقمه. واسه ببینم. کرا پس حق من چینه؟ همون زندونی که میخوام بندازنت قربتی. زدی یه مشادم و لط و پار کردی حالا دم از حق میزنی؟ آخه من که نکشتمشو. فقط یه خود یه مشکی زدمشو. که نکشتیشون. ها ها ها. تو گفتی کسی رو نکشم، من نکشتم. اینایی که زدی یواشکی. آقا ها. حالا برگرد برو که زندون منزله اول آخرته. کجا ما رو میذاری میری؟ ما غریبم، کسی رو نشناسم، کسی فامیلیتی با ما نداره. ما اینه نمارده فقط تو رو شناسم. تو دونی خدا این کاری بکن که از زندون خلاصم بکنن. جناب سرمان میگه اگه اینا رضایت بدن ولم میکنه که برم. اونا داشتن پیر منو میگرفتن، داشتن کلا سرام میذاشتن. واسه مرد خوب نیستش که چشش باز باشه و دوزار رخصت بده که جیبشو بذارن. ما فقط نخواستم بذارم کلا سرام بذارن. کماکم بکن برار، تو دونی علی خلاصم بکن. خدایا شکرت. نمیدونم چرا هر دیوار شکسته یه روز سر ما خراب میشه. یه دقیقه واسه کنار بینم چیکار میکنم. برو کنار. ها. ها. از همین پله ها برو بالا تو اتاق میرزا بگی بخواب تا ببینیم بعدش چی میشه. فعلا شب بخیر. ها 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 تو ایجا که مرد ریشو خسبیده گلت کرده خسبیده. ها ها باشه او بخور باشه او خوش پس بله بله چی؟ آی کاتب آقا کاتب چه خبرت نسو شهیده هوا کردی قرار میلی زودی کاتب آقا رو بگرد کاتب آقا داده برسید خاک برسید داده برسید داره برای میخوشت بداره برای میخوشت بداره کاتب آقا تو رفت خواب بنده چه کار میکنه؟ من بهش گفتم بیاد اینجا بخوابه. شما در رخت خواب بنده. اون باید اینجا بخوابه. پس بنده چه خاکی به سرم بریزم؟ خودتو میگی بکپ دیگه. بنده قربان غلط میکنم پیش این ملون بخوابه. هر دوتون باید اینجا بخوابی، هم تو هم اون. ما که خسبیدیم. دیدی آبا چی گفت؟ گفت ما بخواب تو میشی ما رو باد بزن. نخوابی ما رو باد بزن. شیطون لعنت. چرا به خودت فش مینی؟ کازم آقا بلند شو بلند شو برو ببین چه خبره. بلند شو ببین چه سر صدایی را افتاده. چی شده خانم جان؟ نمیدونم تو حیات برو ببین چه خبره مادر. چه خبره؟ تکون بخور ببین تو این خونه چه علم شنگی به پا. چی نمیذاره بخوابیم مادر؟ بلند شو خودت ببین چه خبره. نمیدونی چه خبره ها؟ مو از اخرب نمیترسم ولی از مار میترسم. مو از اخرب نمیترسم ولی از مار میترسم. مو از اخرب نمیترسم ولی از مار میترسم. ای گامی اوها 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 سلام علیکم. سلام علیکم. اوه 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 سلام خانم والده. سلام سلام. این دیگه چیه؟ سلام. این همونیه که تو جاده سوارش کردیم. سلام سلام. دیشب نصف شایی واسهش رفتم کلونتری زده بود 25-30 نفر رو لطو پار کرده بود. میرزا میرزا این میرزا اصلا کنه نمیشتفه. آی مرد ریشو نمیشتفه. میشتفه. سلام از کردم قربان. میشتفه. بفرمید قربان. ایجا چرا درش تنگه؟ یه اون بره. آه از اون چجوری یفته بود تو سلا؟ یه جنا بیا تو چهار رفت. چرا پارش میدی؟ کازم آقا پیل میدن میخره تو پارش میدی؟ کازم آقا بیا چیزی بیشش بگو بیشش بگو نشکم بابا مای تو دیوونه ای بیبرین پاره میدن. های بابا اونجا رو میبینی او کازم آقای هم خب او فاتی خانوم هم یعنی که چی؟ یعنی که تو بی خودی پروناشی هستی بخیز بیا بخاقار بچی بگو تهران بچی دستت بشکنه اقا. میگم اصغر چرا در رو من خودم باز میکنم حاج خانم. باش
میخوای اینجا؟ چی میخوام؟ دیگه وقتش آبجی. از اینجا برو. آبجی، حالا وقتشه. ما همینجا سر کوچه با هم هستیم. سه روز دم این در نشستم، پس چرا لفتش میدی؟ حالا میری کلانتری عرض بشی؟ نه. چرا نه؟ خب وقتشه دیگه. نمیتونم. چیه؟ خول شدی؟ من این کارو نمی کنم. پس کی؟ کی؟ هیچ وقت. من دارم از اینجا میرم. داری میری؟ آجه با توه؟ این کارو واسه این یه دست لباس و یه جفت چکمه بود؟ بعد با کجای کاری؟ یه اون سکه خالصه، تکونش بدی کلی پول ازش میریزه. اصلا با خودم میریم، با خودم میریم کلانتری عارض بشیم. آره بلم کن برم تو رو خودم. مگه خدای نشرده زده به سرت؟ من این کارو نمی کنم. نمی کنی؟ اگه تیکی تیکی من بکنی این کارو نمی کنم. من این کارو نمی کنم. من از بکنی نمی کنی؟ چی من میگم باید بکنی؟ دهنشو وا کرده، هر چی لایق خودش بوده بار من کرده. اگه راست میگه حالا صدا نکنید. شما هم آروم باشید. سلام نکنید تا تگی معلوم بشه. ساکت. بعدش یهو دیدم این یارو با سه تا گردن کلفت دیگه ریختن رو سر دختره. انگار شهر شهر هرته و محل محل هرکی هرکی. دختره بیچاره عین گنجیش دلدل میزد. یه دفعه قاطردیم شما بودین همین کارو میکردین، یعنی خوار مادر مردم از این اراذل نباس نفس راحت بکشن. ایشون خواهر شما هستن؟ نه قربون، اما من این خانمو میشناسم. خواست که پشتش در میومدن. دقیقاً ایشونو میشناسین؟ بله. چطور ایشونو میشناسین و نمیدونستین که آقا برادر خانم هستن؟ اون آقا کی باشم؟ برادر خانم. من اینو من نمیدونستم. یعنی من نمیدونستم. بله مطمئنم که نمیدونستین و فکر میکنم شکایتی که آقا کردم براتون خیلی گرون تموم بشه. گفتم که من نمیدونستم این آقا برادر خانومه، اگر من مرض داشتم که بزنمش. مسئله زدن نیست، شکایت آقا راجب چیز دیگه ایه. راجب چی؟ اخفال. نمیفهمم. اخفال؟ ایشون شکایت کردن که شما خواهرشونو اخفال کردید. مزخرف میگه جناب سروان. میگن شما خواهرشونو گول زدید. چرت میگه. میگن بی خود میگن. همینطور کشکی که واسه مردم حرف در نمیارن. من فقط به خواهرش کمک کردم. اسم کاری که شما کردین کمک نیست. پس چیه قربان؟ شما این خانومو بردین تو خونتون. ای بابا خودش اومده تو خونه من. چند روزی تو خونه شما بوده. درسته. به خانواده‌اش هم خبر ندید. درسته. به کلانتری محلم خبر. وقتی برادرش برای برگردونش تلاش کرده شما جلوش گرفتید. آخر این دیگه درست نیست. من چه میدونستم اون برادرشه؟ در هر حال طبق قانون این جرم آقا. ای بابا جناب سروان. آخه چه جرمی؟ من یه دختر بدبخت و بیچاره رو که هیچ پناهی نداشته تو خونم راه دادم و مواظبتش کردم. خودم و مادرم بهش محبت کردیم. حالا برادرش بعد این همه محبت بلند شده دار اومده که من خواهرشو گول زدم. خب مگه دختر بچه صغیر خودش نمیتونه حرف بزنه؟ چرا از خودش نمیپرسی؟ گوش کن فاتی، من تو رو گول زدم. من تو رو گول زدم که بیه خونه منو جلو پلاستو پهن کنی. بگو دیگه، بهشون بگو من گولت زدم. به سوال ایشون جواب بدین خانم. آیا ایشون شما رو اخفال کردن که از خونتون فرار کنین؟ بله. بفرمایین. دیدین خودش هم گفت که من گولش. چی گفتی؟ چی گفتی یه دفعه دیگه اون؟ من گولت زدم؟ بله. شما بفرمید. شما ما بله ما بفرمو. ها اومدم. سلام جناب سرکار. اومدم. ها شما
شما تو این دعوا شرکت داشتین؟ چی داشتو؟ شما این آقایون رو کتک زدین؟ ها 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 اینا رو آره مو زدمشون مو زدیم بله چرا؟ چرا زدو؟ ها این کازم آقا همش به ما میگه دعوا نکن ما یه دفعه دعوا کردم او واسه ما غضب اومد اما دیشب یهو دیدم خود کازم آقا داره کتک میزنه خب وقتی خود کازم آقا کتک میزنه بعد از اون اینجوری اگه کتک نزنه خب ما زدم با شما میدونستین دعوا به خاطر چی بود؟ نه به باچ مربوطه ما سرمون پایین تو کار خودمونه ما تو کار مردم دخالت نمی کنیم ما دیدیم کازم آقا میزنه ما زدم نه شما بگو ما بد میزنه خود شاعر گفته نبی آدم دست پای یک دیگر رو میخوره خیلی خوب خیلی خوب بفرمایید سر جاتون دیگه‌شو نمیخواین بخونم نه خیر بفرمایید حالا ما رو میندازین زندون بله بله کازم آقا میاد بله اگر آقا خانم رضایت ندن بله آقا نه آقا خانم رضایت نمیدن ما کازم آقا با هم باشیم هر جا باشه خوبه کازم آقا بلند شو که داره دیر میشه بلند شو جناب سرکار راه زندون از کدوم طرفه ها فقط یک کلمه بگو چرا؟ چرا؟ تو چه قشنگ آدمو گول میزنی دختر چه خوشگل دروغ میگی ناز شستت خب من باید چیکار کنم جناب سروان؟ یا باید رضایت خانم آقا رو چک کنیم؟ من محتاج رضایت کسی نیستم جناب سروان من خودم در زندون پیدا میکنم فعلا بیرون تشریف داشته باشید؟ متشکرم رضایت به 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 تعظیم عرض میکنم ببین بی پی تو نه دعوا کردی نه کتک زدی حق زندون اومدن هم نداری من و کازم آقا دوتایی میخواییم بریم زندون زندون مال ما دوتا قریمم راه نمیدیم مال خودمون دوتایی همه نه زندون جد آبادت بره خود بطی مگر کازم آقا نوکرش مرده که پا تو زندان بذاره قربان من تمام کارا رو درست کردم این یارو آشنای اوناست بیا تو تو سینما آقا به خودم دیدمش خودم دیدمش تو حرف نزن قربان بیا تو ایشون رضایتشونو میگیره مگه ما گناه کبیره مرتکب شدیم خلله قربان زبانم لال چیزی نیست یک پیش آمده که حل میشه ایشون رضایت اونا رو میگیره فقط چیزی که هست فقط یک کمی باید بهش کمک کنیم بله از صحبت سر کلاشی کلاهبرداریه حالا روشن شد قضیه چیه ناکسای بی پدر مادر برو بمیر من باج به شغال نمیدم من پدرتونو در میارم شما همه تون کلو بردارین دارم میگم میرزا یک قرون بهش بدی گردنتو میشکنم گردنتو میشکوشه قربان من به تو گفتم نگفتم گفتم که من یه پاپاسی قبول ندارم من زیر بار کلو میرم اونا کلو بردار بودن میفهمی خانم جان کلاوردار اون دختره با اون زلفای دموشی با اون صورت معصوم کلاوردار بود خانم جان کلاوردار من به این گردن شکسته گفتم من میرم زندون اما زیر بار حقه و کلک نمیرم ولی مگه به خرجش رفت ای بی پدر حسوده خانم والده حسوده قرار شده بود با دوتایی بریم زندون ای حسوده تو میدونی آدم کجا شده بله اینجا نمیخواد نشون بدی همه میدونن میدونی همش تقصیر تو میرزا گفتم نمیخواد باش کنار بیای اما واسه حرف من فوت هم نخوندی والا میدونی بنده عرض کنم که بنده دیدم جناب عالی که تشریف ببرید زندون سلام توف به گور پدر هرچی آدم پر روه میبینی خانم جان باز اومده دیگه چی میخوای؟ اومده دوباره اخفال بکنیم خوبه دوباره اخفال میکنیم دوتایی میریم زندون دست این میرزای ریشار خلاص میشیم تو چطور رود میشه دوباره در این خونه رو باز کنی؟ چطور رود میشه تو چشای من نگاه کنی؟ نگاش کن خانم جان این همو اصاک معصومه که میگفتی واسه چی دوباره برگشتی؟ چرا دوباره برگشتی؟ چی میخوای؟ اون همه آبروزی بس نبود؟ اومدم معذرت بخوام معذرت میخوام که گولتون زدم معذرت میخوام که حق نوازی کردم معذرت میخوام که کالاتون رو برداشتم آره بابا خوب شد اومدی اینه که گفتی راحت شدم درست ما میگه درست نیست تو حرف درست میدونی چیه؟
حرف درست اینه که تو عقبازی، حرف درست اینه که تو دزدی کلاهبرداری، حرف درست اینه که داری حالمو به هم می‌زنی. من مجبور بودم. چرا؟ پدرم داشت می در خدمتم قربان. ها که باید در خدمت باشی. بله قربان، در خدمتم قربان. میخوام آدرس اون دختره رو برام پیدا کنی. از هر جا که میتونی بپرس، از اون کلانتری اون روزی، از هر جا که به نظر رسید برام پیداش کن. من میخوامش. والا عرض کنم که بنده قربان عبدم، عبیدم، مربیم، چاکرم، حسابدارم، ولی قربان این یک کار رو نمیدونم اسمشو چی بذارم. بعد پیداش کن، پیداش کن. چشم قربان. تو هر کافه که دنبالت میگشتم دعا میکردم حرف همسایتون دروغ باشه. آخه چرا زن؟ چرا؟ چرا؟ خیارو چی شده؟ همه چی بهم خورده، همه چی داغون شده، آسمو به زمین اومده، همه چی زیر رو شده. ها حالا گیرم که میرسخی، اگه رزق بده رزق شادی میاره، ایشالا که همیشه رزق شادی باشه. ما خودمون تو ولایتمون همیشه میرسخیم، ایشگی هم دعوامون نمینه. تازه اگه میرسخید خیلی هم خوب میرسخید. تازه اگه تو رسخش دوست داشتی ما که خیلی دوست میداشتو. تازه اگه تو راست میگی برو بگیرش، اون وقت دیگه واسه هیچ کی نمیرسخه، غیر نمیده، فقط واسه خودت بیرخصه. میشه یه کاری واسه ما بکنی؟ ما میکنو. یه دقیقه اون دهان گالتو ببنده بگی به تو مرگ. نازیزا میگی سرمان نمیزنه. سلام بی بی خانم. خدا حفظت کنه کاظم آقا. کار و بارا چطوری؟ به مرحمتتون بد نیست.
وقتی خدا بیامرز زنده بود هر جا که توی کاری میموندم، هر وقت که از دار دنیا خسته میشدم فقط راه این خونه رو بلد بودم. مرشد واسه من یه پدر بود و این خونه تنها جایی بود که بهش پناه میآوردم. این خونه هنوزم مال خودته. خدا صاحبشو نگه داره. بفرمایید. ممنونم. برم یه چایی واسه تون بیارم. شیر شیر. طوری شده. پاری هست که توش موندم. یه نفر باز حرفامو میشنفت و راه نشونم میداد. من سوای خونه مرشد جای دیگه ای رو بلد نبودم. بفهم. خیلی ممنون. خدا سرفرازت کنه جوون. چی شده کازم آقا؟ چی دلتو پر کرده؟ در دکون هیچکی نیست کازم آقا. اگه اجازه بدین من مرخص شم. خیلی میبخشینا. خواهش میکنم. خداحافظ بیبی. به سلامت عباس جو. وقتی به سن اون بودم هیچ جای عالمو ندیدم. یا تو کار بودم یا تو ورزش. راه خونه و زورخونه تنها رایی بود که بلد بودم. نه چیزی دیدم، نه چیزی خواستم. اما حالا که هر روز صبح جلو آینه سفیدی موام داد میزنه، چلچلی بهار و تابستونم تموم شده و تو سرازیری زمستونم، بد طوری گیر افتادم. چشام چیزی رو که نباس میدید دیده و دلم چیزی رو که نباس میخواست خواسته. مبارکت باشه. دیگه داشت دیر میشد. عیبش چیه؟ رحمت خدا برای یه نفر قد یه نفره، اما وقتی دو نفر شدی رحمت خدا قد یه دنیا میشه. گیر کارت چیه؟ دختره تو کافه میخونه هر شب جلوی هزار تا چش. اینشو میدونم. شایدم بدتر از ایناست که نمیدونم. خب حالا اومدی بپرسی که چی کار باید بکنی؟ آره. فکر میکنی اگه مرشد بود چی کار میکرد؟ خدا نگرد داره بی. جوابمو گرفتم. را بیفت بریم. آقا واسه چی؟ میگم را بیفت بریم. آخه واسه چی؟ واسه اینکه اون بیرون باهات حرف دارم. آخه اینجا که نمیشه خواستگاری کرد دختر. الهی الهی که من فدای تو بشم. جواب من معلومه. نه تو نباید این کارو بکنی. من سالهای سال آرزو داشتم تو زن بگیری و برام عروس بیاری. دلم میخواست صاحب نوه بشم. اما حالا بعد از این همه سال و این همه آرزو میخوای برام عروسی بیاری که اشبهاش و عرق خورای کافه ها دیدم. من نمیتونم اینو قبول کنم پسرم. حرف آخرتو بزن خانم جان. حرف آخرم از خونه من برو بیرون. برو هر جای دیگه بجز اینجا. اینطوری اقلن دلم راحته که با یه همچین زنی زیر یه تاق نفس نمیکشم. باشه هر طور تو میخوای خانم جان. دلم واسه تنگ میشه خانم جان. آه
درم به من غلام. بسیار. بیا. شبونه فقط همینجا رو تونستم واسط پیدا کنم. وای. چطوره؟ چقدر قشنگی. خیلی قشنگی. من تا حالا یه همچین خونه ای نداشتم. حالا داری. حالا مال خودته. آه. اون چرا تار میبینم. آه آه. ما میرم در وام کنم. آه. کیا؟ باقی میرم. کیا؟ باقی دیگه. کیا؟ آقا کاظم آقا این چه وضعیه؟ آقا این چه بساطیه؟ چیه؟ این چه جور آبروریزیه برادر؟ چیه حاج آقا رضا؟ چه خبره؟ چی شده داری بلبل زبونی میکنی؟ اینجا خونه منم. بله آقا، من اجاره دادم به شما نه به کسی دیگه. وقتی گفتن کاظم آقا خونه رو میخواد گفتم رو چشمم. قبالش هم میخواستی بر پدرم نعلت اگه دو دستی نمیدادم. اما آقا کاظم آقا، من نمیدونستم که شما میخواین یه خومی رو بیارین اینجا بشینه که بشینه که چی؟ خودت دیگه میدونی آقا کاظم آقا. سلام یادت رفاج آقا رضا. یه خانم اینجاست. سلام علیکم. سلام. خانم گفتن علیک سلام. حالا پسراتو وردار و برو دنبال کارت. کجا برم آقا؟ کجا برم؟ اینجا خونه منه. خونت بود، دیشب اجارش دادی. من غلط کردم آقا، من به گور پدرم خندیدم. من به کاظم آقا اجاره دادم، نه به... زبونمو وا نکن کاظم آقا. خودم اساسیشونو میریزم بیرون. دیاد زیادی داری چرت و پلا بینی ها کچل ها. ها برو بشین غلام. برو امتحانش کن. از چه تا حالا شما گردن کروف شدین؟ بی بخارای علکی خوش و جلوم بار آج آقا رضا، دیگه این طرف ها پیدات نشه. اما اگه پیدات شد بهتره که با هفت پسرات بیای. حالا میفهمی. پاشیم بریم بچه ها. من شکایت میکنم. حالا میفهمی. نشونت میدم. چی پیش میبره. خوشم اومد. اگه چارده تا بیایی که اتا دیده هم هیچ کاری نمیتونم بکنون. خوشم اومد. متشکرم. نمیری. این محل ناموس ماست. در هر خونه، توی هر خونه، توی هر اتاق اسمت ماست. غریبه محلمون فقط آفتاب خدا بوده. هیچ زنی بد بودن و کاسبی کردن و تن فروختن و تو این محل حالش نیست چیه. اما حالا اون بالا تو خونه رئیس انجمن محلمون، بزرگتر محلمون، یه زنی پوستخ پهن کرده که کاسبیش فروختن تنشه و درو غمبین اومدن تو کاف ها برای مردای از خدا بی خبر. خدایا خونم آتیش بگیره که زیر پای همچین زنیه. بزرگ محلتون یه بدکاره آورده تو محل، یه زن بدنه هم آورده تو محل، آدم به کی بگه این دردشو؟ ها چه خبره؟ خب حالا میخواین چیکار کنین؟ بازم میخواین یه همچی مردی رئیس کل و معتمد محل باشه؟ میخواین تموم امونتیامون دست اون باشه و اون دعواهامونو حل کنه؟ میخواین؟ ای خب پس اگه نمیخواین همینجا بهش بگی. ده بگین ده. حرفاتو زدی حاجی؟ هرچی گفتنی بود گفتم. خیلی خوب، پس برو بشین تو ما حرفامونو بزنیم. بازم کسی حرفی داره؟ راسته که شما این زن بردین تو خونتون؟ بله. راسته که قبلا تو کافه میرقصیده؟ میرقصیده.
میخوای ما زنامون رو که رنگ آفتاب و مهتاب ندیدن بذاریم تو دکون قصابی و بقالی و نونوایی بغل دست اون وایسا؟ میخوای ما ناموسمون رو بذاریم با کسی که ناموس حالش نیست هم کلام بشه؟ ما نمیتونیم ببینیم رئیس ما علی نشون ده داره. ما همه پسرای جوون داریم، از این جور زنام تو خیابون پره. فردا هر پسری دستی همچین زنی رو میگیره و میاره تو محل. بزرگی پیشکش خودتون. حاجی حی حاضر همینجا وایساده. از همین امروز هم بذارین رئیس انجمنتون همین آدم باشه. ما هرچی کشینیم بسمونه. بزرگی محلی که اهل محل شماها باشین نه افتخاری داره نه یه پاپاسی میارزه. تازه شماها که شب میخوابین و صبح بلند میشین یه بزرگی رو از بزرگی میندازین و یه کوچیکی رو بزرگش میکنین. شماهایی که از فاصله یه غروب به سفیده صبح شمرتون امام میشه و امامتون شمر، چه اعتباری بهتون هست که آدم تکیه بهتون بده و دل به مهرتون ببنده؟ اهالی محترم محل، خانومای آفتاب ندیده، آقایون سجاده نشین، آقا پسرای قد و باهشیت، این شما و این محل، شما رو به رئیس تازه محل سپردم و رئیس رو به شما و همه تون رو به خدا. خدا ایشالا راه راست رو نشونتون بده. و اما حرف آخر، اون آیونی که اون وسط میگفتن خانمو میخوان بندازن بیرون، حرفشون رو شنفتن اما خودم رو میزنم به نشنفتن. ولی اگه حرفشون دنبالش عملی داره، اگه از اون آدمایی نیستن که نشسته مردن و وایساده زن هستن، پاشن وایسن و درن اون کاری که گفتن بکنن، درن که اون خانمو از محلش بندازن بیرون، درن تا ببینن که از اینجاش دیگه با من طرفن و بعد جوری هم طرفن، درن تا بفهمن که رفتنشون با خودشونه و برگشتنشون با کرامل کاتبین، که اگرم برگردن خیال نمی کنم سالم برگردم. یه دقیقه وایسا حرفم گوش کن. اون پسر منه، خون دل خوردم، زحمتشو کشیدم، تمام امیدم زن گرفتن و بچه دار شدن اونه تا اینکه تو پیدا شد. من بهت محبت کردم اما تو از همون اولش تقلب تو صورتت بود، از اولش هم دروغ گفتی، از اولش کلک زدی. تو اونو دوست نداری، تو هیچ وقت اونو دوست نداشتی. این مثل روز برام روشن، برای شما هیچی روشن نیست خانوم. خانوم من دوستش دارم، تمام بند تنم داد میزنه که دوستش دارم. آخه چی کار کنم که باورتون بشه؟ بیاین بیاین قلبمو از تو سینم در بیارین و ازش بپرسین که چقدر دوستش دارم. آره بیاین قلبمو از سینم در بیارین. تو تمام عمرم واموندگی رو دیدم و بدبختی رو، چه ذلت ها کشیدم، چه خنده های بی خودی که تحویل مردم دادم، چه جلدای جور و جور که عوض کردم. درسته خانم، من با حق بازی و کلک اومدم خونه شما، اما بند به پام خورد، مثل مرغی که پاش بسته میشه. تو تمام زندگی اونچه که نگر داشتم و نباختمش دلم بود، که اونم تو خونه شما دادم. پسر شما به من زندگی داد، به من محبت داد، به من گفت خانم. آخ خانم چه کلمه قشنگی، هیچ کس به هم نگفته بود ولی پسر شما به هم گفت. اگه یه پرنده بال شکسته دلتونو میسوزونه، من اون پرنده فرض کنم. اگه یه سگ خسم جا رونده شما رو به رحم میاره، من اون سگ بدونی. اگه یه علف که از بیابی خوش شده عشق به چشمتون میاره، من اون علف خیال کنی. به من رحم کنی خانم، پسر شما تنها کسیه که من تو زندگی دارم. اونو از من نگیری، تو رو خدا از من نگیرینش.
اما اون با تو بدبخت میشه. اون داره همه چیزشو میبازه، آبروش، اعتبارش، احترامش، همه چیزشو باخته. نگاه مردم که همیشه توش احترام و محبت بود، حالا فقط تمسخره. آخه این چه جور دوست داشتنه که تو میخوای همه چیز اونو بگیری؟ تو بهش چی میدی؟ هیچی. اگه دوستش داشته باشی 10 روز بعد عادی میشه، ولی زندگی اون کار و احترام و شغلشه. از اون رو دار نه، چشمامو وا کرد. تو این دنیا بعضی ها هیچم وزلی تن بعضی ها باشه. این حرف ها چی هست؟ صحبت های مینی ها. خود شاعر گفته بنی آدم اعضای دست و پای یک دیگرن که در آفرینش مال هم دیگرن. این شعر غلام. بنی آدم هر کدوم از همدیگه یه دنیا فاصله. من از اینجا میرم. چی خیال تازه؟ تو هیچ جا نمیری، وای میسی و باشون جنگ میکنی. اگه یکیشون بشه 10 تا، 10 تاشون بشه بمونی و باشون جنگ بکنی و چیزی که مال خودت هم بگیری. نه، تو این جنگی که تو میگی کاظم قربونی میشه. ای او دیگه زیادیه. من که نمیذارم تو پاپس بذاری. آره نمیذارم. نه غلام، تو کمکم کن از اینجا برم. به خاطر کاظم موندن من اونو داغون میکنه، بی آبروش میکنه. منو از اینجا ببر، کلفتی تو میکنم. تو خیال کن یه خواهری داری که کمک تو میخواد. به خواهرت کمک کن. تو رو خدا، تو رو به مردونگی تمام مردا بهم کمک کن غلام. منو از اینجا ببر. تو خودت اینطور میخوای؟ آره. باشه، میبرم میبرم تا آبادی خودم. میرزا بلند شو ببینم فرمخیه کجا. سلام عرض میکنم قربان. یارو کجاست؟ یارو تو اون خونه است. تو اون خونه است قربان. اونجا نیستش. نیست. خدا رو شکر که رفت و ما رو راحت کرد. یادت میاد اهل کدوم ده بود؟ بنده به نظرم قربان اهل دهات همون طرف هست که سوارش کردیم. اما قربان اگه رفته بذارید بره. باید پیداش کنی. یا چه خبرشون اینقدر قال و قیل مینه؟ مگه آدم ندیدن؟ کاظم آقا خوش اومدی. بلوغر تو لیاقتت یه همچی جاهاییه، درسته؟ ما خودمون بشت میگم که چی شده اومده اینجا. تا دیگه شپش کن کاظم آقا. تو قربتی رو از تو بیابون تا تو شهر بردمت، از تو کلونتری آوردمت خونه خودم، خوابوندمت، بهت جا و مکان دادم، چشم و بستم و به تو ناکس اطمیون کردم. زنی رو که دوستش داشتم دستت سپردم. خیالم راحت بود که یه مرد مواظبشه. تو یه ناکس نامرد دیروگوی شارلاتان جواب همه یه محبت رو رو خدا بلش کن. نامردتر از سپورت برادر چه حرزه. کش دستتو ببینم. در خونم و ملقت چکستی هیچی بشت نگفتم. حرمت چهار دیواریم و ورداشتی هیچی بشت نگفتم. به صورتم توف کردی هیچی بشت نگفتم. به هم دشنام دادی هیچی بشت نگفتم. اما اگه یه دفعه دیگه به این زن بگی هرزه، به ولای مرتزا علی جنود وای میسم. وای میسم بد جوریه وای میسم. تو به این میگی هرزه؟ تو دونی او چرا خونه و شهرشو ول کرده اومده اینجا؟ واسه این که مادرت بهشش گفت.
حرمت سر جش بمونم، واسه این که مردم بشه پشت نکنن، واسه این که اعتبارت به هم نریزه. حالا اگه تو به این میگه هرزه، پس به کی میگی نجی؟ برو لباسات جمع کن، ما برمیگردیم خونه. مام لباسمونو جمع کنم. اخ جان، خندید و نوکش فاش کن. پس ما میرم لباسمونو جمع کنم، جمع کنم، جمع کنم، جمع کنم. سلام به خدا. ما رو تو خونت را میدی خانم جان؟ من رفته بودم، اصلا از این شهر رفته بودم. میدونم. حالا چرا نمیان تو؟ بندون کردی جوون؟ واسه حرف زدنه یا اسم در کردن؟ شنفتیم برگشتی؟ تو مدرسه که بهت گفته بودن خوش نداریم زنی که اسمش روشه بغل گوش خار مادر ما باشه، اومدیم بهت بگیم که بری. کی اینو میخواد؟ همه اهل محل، همه این خونه ها که پیراشون آبرو دارن و جووناشون غیرت. ما جوونای اون خونه هاییم. ما با یه بیا اینجا نیومدیم که با یه برو بریم. اینو با اون پیرای آبرودارتون بگو. وایسا از اینجا برو کازم. ما چی میدازی؟ ما خوب میدازم ها کازم آقا. حقیقته که او سخونای دستتو له کنم جوون، اما حیف که یه عمری دستم تو سفره بابات بود. کازم کازم آقا بزن اون را بکش کن. وقتی خونه رفتین جریان امشب و واسه عهد عیالتون گفتین، یه چیزی دیگه هم بهشون بگین. من میتونستم هر جایی دیگه باشم بجاز اینجا، جایی که رابتره و درختاش سبزتر و آسمونش پر ستاره تر. اما موندم اینجا و دلم خوش کردم که آب تو جوباش و سبزی به درختاش و ستاره به آسمونش نیست، تو دل آدماش صفا و محبت هست. اما مردشی اون صفاتونو ببره. کاش به جای اون صفا یه جا عقل تو کلتون بود. حرمت و اسمت محل ارزونی خودتون که من دیگه داره حالم از این حرمت و اسمت به هم میخوره. یه غلام بیا ولشون کن. نزاشتی یک کتک سیری بزنم. خدا مرگم بده، چه بلایی به سرت آوردن پسرم. دلم میخواد زدن آفتاب فردا رو یه جای دیگه ببینم، یه جای دیگه بجز اینجا. حتی اگه قرار باشه بریم ده غلام،
غلام، ما رو میبری پیش مردمت؟ آه میبرم، من خوبم میبرم. معلومه چه میترسید؟ میدوست هر وقت بخوام میتونم زن پیش ما دیوارش از کوتاه هم کوتاه تره. آره. چیه صداش به رجز خوندم بلند شده؟ آم پسر منه، تو ای که داری رجز میخونی؟ شما لازم نکرده چیزی بیاری، ما همه چی تو ولایتمون داریم، دیک داریم، دلبر داریم، داریه داریم، سپایه داریم، ملافه داریم، ملاقه داریم، شیره داریم، از اونایی که با برف میخوره را اشتباه نشه. تو هم را بیفت، حالا دیگه هممون با هم میریم. سلام علیکم. سلام علیکم پیرشی. از کی حرف میزنی؟ زخمش زدم بیبی. زخمش زدی؟ زخمش زدم و هیچی هم نتونست بهم بگه، قار قور کرد و رفت. حالا دیگه دست اون زنی کره میگیره و از این محل میره. چرا زخمش زدی پسر؟ چرا؟ واسه این که اون زنی کره آورده تو محل ما، بیخ گوش ما، اونم یه زن هرزه، بدتر از یه زن گناهکاره. تو کی هستی خدا؟ تو چن چی کار است؟ به نظر تو کی پاک و درست و با خدا و بیگناهه؟ من هستم؟ مادرت هست؟ زبونم لال بیبی، معلومه که هستی؟ تو تاج سر همه این محلی. موی تو رو تا حالا هیچ نامحرمی ندیده دیده؟ نه. نماز و روزت یه روز پس نیافتاده افتاده؟ نه. زیارت یه شب جمعه ترک نشده؟ شده بیبی؟ نه نشده، اما میدونی وقتی میرم زیارت و جلوی صحن وای میسم چی میگم؟ حتی دستمو به ذریح نمیزنم، فقط میگم یا امام تو شاهد باش، شاهد باش توبه‌ای که 40 سال پیش اینجا کردم تا حالا آب، توبه‌ای که مرشد مرحوم به سرم ریخته هنوزم نمش به سرمه. مادر تو، مادر مقدس تو، یه توبه کرده است پسر. نه 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 مادر، هست، خود خودم شاهده که هست. پدرت مرشد منو توبه داد و عقدم کرد، یه شاهدم بود. ما داریم از اینجیم جوو، اما نه واسه این که تو با رفیقات اینو خواستی، واسه این که خود من حالم از شما مردم به هم میخوره. اگه بخوای میتونی بری کازم آقا، اما واسه این که روشنشی باید اول منو از سر رات رد کنی، واسه این که از سر رات ردم کنی باید منو بکشی. الهی که خودش بخواد ما این کاری میکنه. مو اولش کن، تو چی میخوای جوو؟ میخوام که بمونی، میخوام که ما رو ببخشی. اگه چیزی گفتیم، اگه غلطی کردیم، اگه جسارتی شد، میخوام ما رو ببخشی. اگه نفهمیدیم که تو چه جواهری برای چشامون کور بود، بمون کازم آقا، ما رو ببخش و بمون، یا منو بکش و برو. پدرت سالها پیش یه چیزی به من گفت جوون. اون گفت کفتری که از روبون پریده باید بره و پشت سرش رو نگاه نکنه. اگه پشیمون بشه و سر خونه اول برگرده، میشه یه کفتر جلد که آب و دونش به دست دیگرونه، لونش سر یه بوم غریبه و خونش توی یه قفسه. کفتری که پرید باید بره. ما هم از اینجا میریم جوون. چیزی بهش نگو میرزا. مردریشو بیبی بس اگه میگی نه کازم آقا، به بیبیم بگو، به خودش بگو. نه پیش ما بمون کازم آقا، ازم نخوا بیبی. اینو تمام مردم محل میخوان. نمیتونم، نمیتونم بیبی. اینجا بمون کازم آقا، ازم نخوا بیبی. من بهت میگم بمون، من میگم بیوه مرشد. ازم نخوا بیبی. رو حرف من نه نگو، بمون. ازم نخوا بیبی. روسیام که رو تو زمین مینزم بیبی. رفتن یا باید برن، مثل ما که داریم میریم. بیبی حالا دیگه اگه دلت میخواد از پیش بری، سرتو بنداز پایین و راتو بکش برو.
منم وای میستم اینجا تا مردم موهای سفید بیوه مرشد رو ببینن که دیگه نه اعتباری داره، نه حرمتی، نه حجابی. بلش کن، وقتی اون لچک رو از زمین وردار که بخوای توی این محل بمونی، اما اگه میخوای بری باید پاتو بذاری رو لچک منو از روش رد چی. چراغونی میشه، مردم واسه عروس محلشون چراغونی کردن. چقدر زنبور و یعنی زنبوری آوردن. حالا دل موندن داری یا پای رفتن؟ چرا تو بینی؟ انجمن باز امشب جلسه داره.